از دو هموطن کارمند به نام های بهنام و بهنوش دریافت کردیم که من زمین تشکر از این عزیزان پیامشون رو خدمتتون میخونم. گفتن که حکومت فاسد و دزد توان کنترل کرونا را ندارد و عملیات نمایشی و تلویزیونی انجام میدهد و در وحشت از خشم مردم سپاه را وارد صحنه کرده، اما مردم ایران مثل همیشه در ایام سختی ها دلهایشان همبسته می شود، همان گونه که در یک اقدام مردمی در اشنویه مردم برای جلوگیری از ورود ماشین های غیر بومی به شهر و ضد عفونی کردن ماشین های بومی در تمام ورودی های شهر مستقر شده اند و همچنین اقدام به مسدود کردن ورودی تمام پارک ها کرده اند. سلام، اینجا کرج، ساعت حدوداً 5 بعد از ظهر در ساعتی از روز که معمولاً اینجا رفت و آمد و کسب و کار رونق خیلی بیشتری داشت، می‌بینیم که خیلی از مغازه‌ها بست. دیکتاتوری ولایت فقیه مردم ایران رو مثل همیشه در برابر این فاجعه هم بی‌دفاع رها کرده و به ابعاد فاجعه دامن می‌زنه با مخفی کاری و با دجالگری و با انواع سیاست‌های خائنانه. سعی می‌کنه که ابعاد خیانت و بی‌کفایتی خودش رو پنهان بکنه و آخوندها در کنج کاخ‌های بیت‌العنکبوتی‌شون پنهان شدن از ترس مرگ، مرگی که بی‌تردید فرا می‌رسه. و یوم المظلوم علی الظالم اشد ان یوم الظالم علی المظلوم، به قول امیرالمومنین علی بن ابی طالب. خانواده سیمای آزادی، کرج. خب بینندگان عزیز، الان ارتباط ما برقرار هست با دکتر ولی افضلی. سلام میکنم خدمت شما دکتر افضلی. منم سلام عرض میکنم به شما و همچنین سلام عرض میکنم به تمام بینندگان. متشکرم دکتر. با توجه به اینکه شما در آلمان هستید، میخواستم درباره کرونا و گسترش اون در کشور آلمان و اقدامات و سیاست‌هایی که دولت آلمان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا انجام داده رو لطفاً برای هموطنانمون توضیح بدین. باشه، خیلی ممنون. دولت ویروس کرونا در هفته‌های گذشته، مثلا این هفته، در کشور آلمان یه مقدار گسترش پیدا کرده. نزدیک به 5813 نفر تا به امروز مبتلا به این ویروس شدن و 13 نفر هم جان خودشون رو از طریق این ویروس از دست دادن. دولت آلمان به خاطر گسترش و شیوع این بیماری سیاست و اقدامات مطابق با این گسترش به اجرا در آورده. از جمله از فردا 17 مارس تا 19 آوریل تمام مدارس از مهد کودک تا دانشگاه و تمام ورزش، تمام کلن استادیوم های ورزشی، باشگاه های ورزشی، سینماها، تئاترها و همچنین تمام رستوران هایی که موزیک زنده به خاطر ازدحام جمعیت همش رو تعطیل میکنه. و در کنار این اقدامات از فردا کسانی که از کشورهای همجوار از جمله سوئیس، اتریش و ایتالیا وارد آلمان میشن و تا آلمان زندگی میکنن، اینا به طور اتوماتوار باید قرنطینه بشن تو خونه، یعنی ایزوله بشن، محبوس بشن. و همچنین دولت آلمان از تمام بیمارستان‌های این کشور خواسته شده که تمام جراحی، من چون قسمت جراحی کار می‌کنم، تمام جراحی‌های از قبل تعیین شده اینا را به زمان‌های دیگر موکول کنند تا اینکه به اندازه کافی بت یا تخت بیمار در حالت بحرانی، در زمان بحرانی، در اختیار بیمار، در دسترس قرار داشته باشم. و همچنین از بیمارستان خواسته شده
که کادر پزشکی بازنشسته را فعال کنند برای روز بحرانی و همچنین خواسته شده که در کنار این به خاطر کمک در زمان بحران به دانشجویان پزشکی یا دانشجویان پزشکی را آموزش بدن تا اینکه در این بحران ها بتونن کمککار کادر پزشکی بشن. در کنار همچنین به اندازه کافی یا حمایت مالی کافی از بیمارستان ها و همچنین از تمام شرکت هایی که کارمندانشون به خاطر ویروس نمیتونن به سر کار برون، از اینا حمایت مالی کرد. این اقداماتی بوده که تا به امروز گزارش شد. آقای دکتر اجازه بدین که یه سوال من بکنم در رابطه با خود ویروس کرونا، اینکه مثلا چه نوعی هست؟ آیا همین کرونای موجود الان انواع مختلفی داره؟ چون تو بعضیا واکنش شدیدتری داره، تو بعضیا خفیف‌تره. تفاوتش با ویروس سرماخوردگی معمولی که میگن شباهتای در نوعش داره چی هست و با آنفولانزا تفاوت، منظورم چه در نوع و چه در عوارضش در انسان؟ ببین، ویروس کرونا همانند ویروس ساس و مرس ویروس جهش یافته از ویروس های سرماخوردگیه. این ویروس خب چون جهش یافته نسبت به ویروس آنفلانزا و یا سرماخوردگی، خب علائم خاص خودش داره. علائم اینا رو اگر بخوایم با هم دیگه تمایز بدیم، ویروس کرونا همونطور که شما فکر می‌کنم در همه اطلاعات کافی به اندازه کافی دارند، از تب شروع میشه تو ویروس کرونا، بعد در حقیقت سرفه خشک بسیار شدید و تنگ نفسی. به خاطر سرفه شدید انسان مبتلا به تنگ نفسی میشه. بعد اگر به موقع این افراد به بیمارستان نرسند یا معالجه نشن، باعث میشه که التهاب ریه در اینا به وجود بیاد و از این طریق ایست تنفسی. در مورد آنفلانزا مثل همین کرونا تب درش هست و سرفه هست، اما سرفه خشک نیست. و همچنین در آنفلانزا میشه سردرد، انسان سردرد داره و مفصلهاش درد میکنه و خستگی هم درش هست. اما ریزش آب، ریزش بینی نه در کلن نه در آنفلانزا هست و نه در کرونا، ولی در روزهای گذشته اخبارهایی بود که در بعضی مواقع دیده شده، ولی مثل سرماخوردگی اصلا نیست. تو اونجا کلن تب به ندرت دیده میشه، ولی آبریزش شدیده و اکثرا درد مفصله رو دارن، زکام درشون هست و درد گلو. اینا تمام میشه گفت این علائمیه که میشه دقیقا عنوان کرد. بله، ببخشید دکتر افسری، میخواستم بپرسم شیوه درمان کرونا در حال حاضر به چه صورته و درباره واکسن ضد کرونا و دلیل به اصطلاح سخت بودن کشفش و تولیدش هم اگر ممکنه از زاویه یک پزشک برامون توضیح بدین. ببینید، ویروس، در مورد ویروس همین که شما عنوان کردین، همیشه دو سال است: جلوگیری از شیوع و گسترش آن و درمانش از طریق دارو. در مورد ویروس کرونا تا به امروز هیچ درمانی از طرف سازمان بهداشت جهانی عنوان نشده. به خاطر همین این موضوع رو باید گذاشت کنار، یعنی همچین چیزی نیست، یعنی هنوز درمانی براش یا داروی پیدا نشده. خب گفته میشه که شرکت های داروی بسیار زیادی در حال تحقیق در مورد پیدا کردن یک دارو برای واکسنی برای همین ویروس. اما همانطوری که قبلا هم کوتاه گفتم، چون ویروس جهشداریه، جهر یعنی وارد سلول های زنده میشه و از اونجا کپی یعنی تقسیم سلولی انجام میشه یا کپی برداری میشه از ژن خودش، اینا هر لحظه
یا حتی تو هر کپی جهش های خودش داره، یعنی کپی اولی نسبت به دومی یه نوع دیگه هستش، چون فاکتوری که در ژن های فرض انسان یا دی ان ای هستش که میتونه اینو ترمیم کنه را نمیتونه ترمیم کنه. به خاطر همین این نوع ویروس ها مختلفه، از این طریق به خاطر مختلف بودنش، متنوع بودنشون باعث بیماری های متفاوت میشه. به خاطر همین به همین دلیل کشف در حقیقت داروی واکسن برای این ویروس به این سادگی نیست. میگن بین 3 تا 4 ماه ممکن یک واکسن اولیه به وجود بیاد. تا این واکسن اولیه بیاد تو جامعه پخش بشه و همه انسان ها بتونن ازش استفاده کنن، ماها و شاید هم سالا طول بشه. این دلیل اصلیشه. اما در مورد شیوش، همین اطلاعاتی که سازمان بهداشت جهانی تا به امروز در اختیار افراد گذاشته، همون رو باید اجرا کرد. از جمله خیلی از ساده است، باید دستا رو به اندازه کافی شست، با صابون یا زیتوفونی کرد و فاصله رو با انسانهای دیگه حفظ کرد. گفته میشه که تازگی ها، چون این ویروس یه ویروس بزرگیه نسبت به ویروس های دیگه، طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی بین 400 تا 600 نانومتر هستش، یه کم سنگینه. وقتی که یکی مبتلا به ویروس باشه و عطسه کنه، تو هوا این معلق میمونه برای مدتی و میتونه 3 متر هم از شخص به اون ورتر بتونه وارد یا انسانهای دیگر رو مبتلا کنه. به خاطر همین باید این فاصله رو حفظ کرد و کلن اینایی که گفتم و اطلاعات دیگه، یا در دست بیرون میرین وقتی بر میگردین حتما و حتما دستا شسته بشه. و همچنین میخوام تو این یه چیز را عنوان کنم به این صورت که کسانی که واقعا احساس میکنن یه مقدار سرفه دارن، تب دارن، اولین کاری که باید خانواده ها، یعنی پیشنهاد من اینه، یه سازمان بهداشت جهانی هم اینو میگه بکنن، که خودشون رو ایزوله کنن، یعنی محبوس کنن تو یه اتاقی، از خانواده خودشون رو جدا کنن، چون از این طریق میشه خیلی خیلی به قول معروف به افراد خانواده کمک کرد و همچنین به خودشون. اگر در موارد این تب و سرفه زیاد شد، خب باید مستقیم به بیمارستان رجوع کرد. بله، خیلی ممنونم آقای دکتر افسری به خاطر توضیحات بسیار روشنگرتون و تشکر میکنم از شما. خدا نگهدار شما. من واقعا اگر اجازه دارم، نمیدونم وقت دارم یا بله بفرمایید. بله بله حتما. در پایان میخواستم یه پیامی داشتم به مردم ایران، خیلی دوست داشتم مستقیم این عنوان کنم. چقدر عالی. هموطنان عزیز، ویروس اصلی ویروس ولایته. نزدیک به 40 سال است، 41 سال در این کشور وجود دارد، این ویروس حاکمیت می کند، حکومت می کند. از روزی که این ویروس وارد ایران شد، دقیقا چند ماه بعدش شروع کرد با سرکوب زنان، بعد حمله به کردستان، بعد جنگ ایران عراق داشتیم، بعد سرکوب و اعدام روزانه صدها جوان سال 60 داشتیم. بعد از اون اگر بیایم کلا به کارنامهش نگاه کنیم، سال 67 در عرض چند مدت کوتاه، در عرض 2 ماه بیش از 30,000 زندانی سیاسی را قتل عام کرد که هنوزم دروغ میگه، هنوزم قبول نمیکنه که این کار کرده، زیرش میزنه. حتی جای قبرهای این قربانی ها رو به خانواده هاشون نداده. بعد میرسیم به سال 78 و 88، بعد میرسیم به 96 و در ماهای اخیر که شاهدش بودیم، نزدیک به 1500 تا 500 نفر از مردم ما در خیابان ها در روز روشن در عرض چند روز قتل عام کرد و بیش از 12,000 نفر رو زندانی کرد.
بعد میرسیم به هواپیمای اوکراینی که باز 3 روز مثل همیشه دروغ گفت، بعد به خاطر فشارهای داخلی و خارجی مجبور شد اقرار کنه که خودش قصد زده. در مورد ویروس کرونا هم همچنین، وجود ویروس کرونا به این شدت در کشور ما ایران که تمام کل کشور رو، تمام استانهای کشور رو گسترش یافته، مقصر اصلی تنها و تنها این رژیم حاکم و جلاد و ضد ایران ایرانی است. اگر ما میخواهیم واقعا از دست همه این بحران ها، از سرکوب، از فساد رهایی پیدا کنیم، باید قیام کرد، همبستگی و اتحاد همراه با کانونهای شورشی این فرزندان رشید ایران که در حال حاضر در 2 جبهه می جنگن، جبهه ویروس کرونا و جبهه ویروس کرونای ولایت، چه تعدادی هم جان خودشون رو از دست دادن، میشه با هم با اتحاد این رژیم رو باید سرنگون کرد و به زبالدان تاریخ انداخت و یک حکومت مردمی را بر کشورمون حاکم کنیم، با در صورت یعنی با استقرار حکومت مردمی با همکاری همدیگه میتوان بر تمام این بحران ها فائق آمد. زنده باشید و باز و در آخر از شما میخواهم با وجود که با رعایت تمام جوانب بهداشتی این ویروس، فردا روز چهارشنبه سوری است، این روز رو باید تبدیل به قیام علیه این ویروس ولایت کرد. زنده باشید، پاینده باشید، خداحافظ شما. خیلی خیلی متشکریم دکتر افسری، توضیحات بسیار عالی دادید، هم از جنبه فنی و پزشکی و هم توضیحاتی که در انتهای صحبتون بود. سپاسگزاریم از من شما و میکنم. خیلی متشکریم، خدا نگهدارت، زنده باشید، خداحافظ.